اطلاعیه 1473 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از محیط زیست. در حالی به استقبال 14 مارس روز جهانی حفاظت از رودخانه ها می رویم که وضعیت رودخانه های کشور بسیار اسفبار و یکی پس از دیگری خشک و یا کم آب می شود. واقعیت انکارناپذیر آن است که حیات و پویایی رودخانه ها وابسته به طبیعت اطراف آنهاست و حیات رودخانه های بزرگ مدیون جوی ها و جویبارهای کوچکی است که همچون مویرگ آب را به رودخانه ها سرازیر می کنند و به آنها حرکت و زندگی می بخشند. یقیناً رشد جمعیت در کنار تغییرات اقلیمی همچون گرمایش کره زمین و کاهش بارندگی، در کنار دست درازی انسان ها برای قطع جنگل ها به منظور تأمین غذا از عمده عوامل مؤثر در این موزل و از همه مهمتر بی تدبیری دولت در وضع و اجرای قوانین مناسب باعث خشک شدن رودخانه های بسیاری در نقاط مختلف کشور بوده است. خشکی یا کمآبی رودخانه های ایران موجب فروپاشی زیست محیطی در حریم آنها و خشک شدن بخش بزرگی از تالاب های گاوخونی، حورالعظیم، بختگان، هامون و انزلی شده است. ورود پسمان و شیرابه ها به رودخانه نخستین و شاید مهمترین عامل مخرب رودخانه های ایران پسماندها و شیرابه های تولید شده ای است که در اطراف رودخانه ها رها می شوند. این شیرابه ها حجم زیادی مواد عالی و غیر عالی را وارد رودها می کنند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب به خطر افتادن حیات آبزیان، لاک پشت ها، پرندگان و سایر جانداران می شوند. مهمترین ویژگی مخرب شیرابه ها وجود مقادیر زیادی مواد و فلزات سنگین مثل فسفر نیترات، کلسیوم، سدیم، سولفات آهن و پتاسیم در آنهاست که گونه های مختلف ماهی همچون کپور، آزاد و خاویار را که برای تخم ریزی از دریاها به رودخانه ها مهاجرت می کنند قربانی این آلودگی ها کرده است. هرچند گونه های غیر بومی ماهی تیلاپیلا که ناآگاهانه وارد رودخانه های ایران شده اند مقاومت خوبی در برابر شرایط از خود نشان می دهند، اما وجودشان موجب کوچک شدن سفره غذایی و نابودی گونه های بومی آبزیان منطقه شده است. از دیگر عواملی که به حریم رودخانه های ایران خسارت جبران ناپذیری وارد کرده است می توان به عنوان مثال ساخت سدهای سیوند و ملا صدرا نمونه ای از تصمیمات غلطی است که بر میزان آب رودخانه کر تأثیر گذاشته و در کنار تغییرات اقلیمی موجب خشک شدن دریاچه بختگان گردیده است. کشاورزی هم عامل دیگری است که در نابودی رودخانه ها نقش پررنگی دارد. با زیر کش بردن حریم رودخانه ها پوشش گیاهی تخریب شده. لازم به ذکر است که حریم رودخانه از 1 متر تا 20 متر متغیر است و هر گونه دخل و تصرف در حریم یا بستر رودخانه طبق تبصره 3 از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بر عهده دولت است. در جدیدترین برآوردها توسط مؤسسه منابع جهان، ایران در رتبه 4th کشور دنیا است که منابع آبی آن به روز آخر نزدیک می شود و ممکن است منابع آبی آن به پایان رسد. یادآور شویم بر حسب سند 2030 یونسکو از جمله هدف 8 ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد شغل مناسب برای همه، هدف 9 ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری و هدف 15 حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار
از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابانزایی، متوقف کردن و معکوس نمودن فرسایش زمین. ما فعالین محیط زیست ضمن گرامی داشته 14 مارس روز جهانی حفاظت از رودخانه ها بر این باوریم که دولت فاقد هر گونه طرح و برنامه علمی و عملی برای سامان دادن به شرایط موجود است و گام به گام حیات رودخانه های کشور را به خطر نابودی نزدیک می کند. در پایان ضمن محکوم نمودن جمهوری اسلامی ایران جهت تلاش در نابودی محیط زیست، خواستار توجه و بکارگیری روش‌های علمی از جمله حفظ حریم رودخانه‌ها و لایروبی منظم آنها و غیره هستیم که مانع از بین رفتن رودخانه‌ها و منابع آبی کشور گردد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.